من رو باید مایوس کنید. گناه بزرگی که برخی از دستاندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است. دشمن رو امیدوار میکنند که میتوانند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، مسئولان نظام باز کنند. امیدوار کردن دشمن، دشمن سال گذشته امیدوار شد با کارهای اینها، امیدوار شد، در حالی که اون انتخابات عظیم، اون حضور با اون عظمت، اون شرکت عظیم مردم در انتخابات میتوانست کار رو خیلی پیش ببرد، ملت ایران رو در بسیاری از میدانهای سیاسی میتوانست موفق بکنه. اینها ایجاد فتنه کردن. دشمن که مایوس میشد از حرکت عظیم مردم، امیدوار شد که بتوانه به انقلاب صدمه بزنه و ضربه بزنه. چالشی بود، چالش عظیمی بود. دشمن از اون طرف حمایت کنه، کمک سیاسی بکنه، اسم بیاره، اسم بیاورد دشمن از فتنه‌گران. ملت ایران از این طرف با استحکام کامل، همونطور که در جنگ تحمیلی 8 سال ملت ایران از خود ابتکار نشون داد، شجاعت نشون داد، فداکاری نشون داد، در همه صحنه ها حاضر شد، در این جنگ نرم هم 8 ماه ملت ایران حقیقتا از خود مهارت نشان داد. انسان وقتی نگاه میکنه به مسائل از یک افق بالاتری، انسان میخواد مسائل رو بررسی کنه، متحیر میمانه این چه دست قدرت الهی است که اینجور حرکت میدهد دلهای ما را، جانهای ما را به سمت اهداف خودش. کار خداست، خدا با شماست، این خداست که شما را هدایت میکنه، این خداست که دلهای من و شما رو متوجه به راه درست میکنه. ارتباط خود را با خدا بایستی حفظ کنیم، مستحکم کنیم. خاصیت یک حرکت الهی همینه، همتهای مردم، کارهای مردم، عزم و اراده مردم، حضور مردم در کنار توجه به خدا، در کنار دلهای آماده برای تضرع، اینا خیلی مهم است. ارتباط خود را با خدا قوی کنیم، نگذاریم دلهای ما متمایل به سمتی بشود که ما رو از راه خدا دور کند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه.